نامه حخا و حخامنشی باید روشنایی به شما بده، باید به شما انرژی بده، انرژی مثبت. من وظیفم میدونم که انرژی مثبت رو به خونه ها، اتاق ها، به وجود شما برسونم و در رگهای شما، در افکار شما مثبت زایی کنم. این انرژی مثبت رو بفرستم به شما، شما هم بگیرید. در واشنگتن، این جایی که من هستم، هر روز جلسه ای راجع به ایران، یا در سنا یا در کانگرس یا در یکی از این تینک تنک‌ها یا در شوراهای مختلف آمریکایی، در وزارتخونه‌ها، ایجنسی‌های مختلف، جایی نیست که من نباشم و برمیخیزم و میگم آقایون راجع به ملاها صحبت میکنید، نگید ایرانیان، نگید ایرانی ها، چون اینا وقتی حرف میزنن بین آمریکایی ها و ایرانی ها میگن آمریکای ایرانیان، میگن نگید، بگید ملاها، چون ملاها ایرانی نیستند. اینها کشور ما رو گرفتن که به این ترتیب بخوان جای از ثروت مملکت ما، از دارایی کشور ما سوء استفاده کنند. من بارها اینو گفتم، باز هم گفتم، باز هم میگم و میخوام که شما بدونید من شب و روز در تکابوی آزادی کشورمون هستم، در تکابوی روشن فکری هستم که مردم بدونند که کشور ما، ایران ما چه بوده و امروز ایران ما به چه گرفتاری رسیده. ما شاید ندونید که جمهوری اسلامی میلیون ها خرج کرده، هنوز داره خرج میکنه که کلمه حخا را که به حخامنشان مربوط میشه به عنوان حقباز و کلاهبردار و اینها معرفی کنه. شما ببینید چه کسایی این کارها رو دارن میکنند. همین هم بیاید و عادل باشید. آخه تا کی؟ چقدر؟ 1400 ساله که دیدید چگونه به نیاکان شما و ما توهین شده، دیدید کشور ما رو به کجا رسوندن. بیایید و دیگه برگردید به خیشتن، چاره دیگری نداریم. وظیفه همه ما وظیفه است برای کشور ما و ما باید بتوانیم آنطوری که شده کشورمونو به نجات برسونیم. این فرومایگی هایی که ما که چه ارز کنم، شماها از تازی ها قبول کردید، گفتن پارس کردن سگ، دریبری گفتن به مرداد، به امرداد مرداد گفتن، حخا رو نشناختن، فرومایگی هایی که به جای خوشاهنگی، به جای شادی پراکنی، به جای کلماتی که دلنشین باشه، شما کلمات که اعراب برای شما درست کردند که خودتون رو حقیر کنید مثل غلام استفاده میکنید. میخواد یه چیز دیگه بگم که من واقعا شرمم میشه، خجالت میکشم، ولی باید بدونید که اعراب موقعی که غذا میخورند، وقتی خوراک میخورند، کلمه دیگری رو مصرف میکنند، ولی به شما یاد دادند که موقع خوراک خوردن بگید غذا میخورم. غذا میشه ادرار شتر، ادرار شتر میشه غذا. خوراک، من و تو خوراک میخوریم، ولی فقط به ایرونیا یاد دادن بگن که من غذا میخوام برم بخورم، یعنی ادرار شتر میخوام برم بخورم، من میخوام غذا خوردم یا غذا خواهم خورد. اینها رو فقط برای ایرونی ها مصرف کردند. میدونین چرا؟ برای که میخوان نشون بدن، همینطور که علی و غیره گفتن، حسین گفتن، که عجم یعنی نفهم و کور و خرفت، عجم یعنی خرفت، ما رو خرفت به اصطلاح ایرانی ها رو میدونستند، میخواستن حقارت به فرومایگی بهتون یاد بدن، این چیزا رو میگفتن. حالا اونها که به ما میگن مهرورزی،
با مهرورزی کاری نمیشه کرد، با نیکسرشتی نیکسیستی کاری نمیشه کرد، اشتباه میکنید. چون همین کوروش کبیر امروز در کتابخانه کانگرس آمریکا شما میتونید بیایید عکس بردارید ببینید، برای همه هم ورودش آزاده، ورودی نداره. میرید میبینید که با دستخط خودش جفرسون، کسی که قوانین آمریکا، قوانین آزادی آمریکا رو گذاشته، نوشته است که من این قانون آزادی مردم را از روی کوروش کبیر آموختم. سخنان کوروش کبیر که چه کارهایی کوروش کبیر کرده. خب من و تو باید سرمشق بگیریم. این ژرف‌نگری، این واقعا شادی پراکنی، این خوشاهنگی هایی که فروزنده کوروش کبیر برای ما به وجود آورده، ما باید بتوانیم اینو دنبال کنیم. همین هم من بارها گفته بازم میگم، بسی رنج بردم در این سال سی، حقا زنده کردم بدین پارسی. البته میگن عجم، ولی من از عجم خوشم نمیاد، چون عجم کلمه است یعنی خرفت، نفهم، گیج، دیوانه و غیره. ما گفتیم بسی رنج بردم در این سال سی، حقا زنده کردم بدین پارسی. من خواستم شما بدونید، بارها گفتیم، یک بار دیگه تکرار میکنیم، که به یزدان که ما جمله پاینده ایم، چو بذر حقا را پراکنده ایم. پراکنده کردیم بذر حقا، به مهر و محبت، به صلح و صفا. همیهن من و تو با همگرایی، با همگامی، با بتونیم همنگری داشته باشیم، با آراستگی، با فرزانگی، میتوانیم کشورمونو آزاد کنیم، آباد کنیم، به اون راهی که دلمون میخواد برسونیم.